به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، چنانه که در برنامه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیم قرن پرتلاطم برنامه های زیاد تقدیمتان نمودیم و رسیدیم به دوره پنجم و قسمت سیوم که چون طولانی بود آن را به دو بخش تقسیم نمودیم، اما در مطلب آن یک بخش است که دوره پنجم یعنی بخش یا قسمت بخش سیوم این برنامه را توسط مطالبی که ما اول در پایگاه اصلاح نشر می نماییم شما دیدید که بخش سوم دوره یعنی پنجم یعنی که به آخر رسید. اما چنانه که در بخش یعنی سوم دوره پنجم در قسمت اولش که تقریبا یک ساعت و ده دقیقه بود برنامه را دیدید، ما رسیده بودیم تا سخنانی که رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته بودند و در این برنامه دومی یعنی بخش دوره پنجم بخش سوم قسمت دوم باز هم ادامه می دهیم به شکل و به چگونگی بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. و در بخش اولی این قسمت سوم سخنرانی ها و رد های جمشید یاروف را دیدید که چگونه تحلیل ها در قضیه بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و غیر قانونی بودن آن برایتان تقدیم نمود و در این بخش نیز بعضی از حالات را بیننده عزیز و گرامی تقدیم می نماییم تا اینکه وضعیت و حالت را برایتان باز هم بیشتر یعنی معلوم و یعنی فهماتر گردد و بیایید می رویم به دیدن آن تا اینکه از قضیه بیشتر و خوبتر آگاه کردیم. سید مومین یتیموف، چنانه که می گویم اس یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان. حادثه های سپتامبر سال 2015 کشور را جزء عادی سیستم این نقشه های بازیگرانی گیاپولیتیکی عنوان کرده می گوید که نظرزاده ها، کبیری ها ابزار بازی های گیاپولیتیکی هستند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حوادث ماه سپتامبر در تاجیکستان را جزء عادی سیستم این نقشه های بازیگرانی گیاپولیتیکی خوانده است. در یک مطلب سید مومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زیر نام شعور جمعیتی و امنیت جمعیتی یعنی شعوری مقرری که جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان در 17 دکبر سال 2015 نشر کرده است گفته می شود که حادثه های ماه سپتامبر در تاجیکستان غیر چشم داشت نبود. به نوشت سید مومین یتیموف، بازینگران گیاپولیتیکی مشکلاتی به گفته او منسوب به رفتارهای خیانتکارانه بعضی از گروه و افراد را پدیده منفی ظهوراتی صرف ملی نشان دادنی می شوند. با باوری رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، دولت های مشخص در این سمت با راه و وسیله های گوناگون منفیت خیش را عملی می سازند. او در حادثه های ماه سپتامبر که بیشتر با نام آشوب جنرال نظرزاده معروف است، محی‌الدین کبیری راهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان را بازیچه عنوان می کند. اما بیننده گرامی، محی‌الدین کبیری پس از ممنوع اعلان شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که او و حزبش در آشوب نظرزاده دست ندارد. محی‌الدین کبیری از جمله گفته بود که من این اتهامات را کاملا رد میکنم، من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. استاد محی‌الدین کبیری چند پیش در یک صحبت اختصاصی با اصلاح از آن روزگاران یادآور شده گفت که وی از جمله با یتیموف صحبت کرد و یتیموف گفت که تصمیم درباره بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرفته شده است و بهتر این است که خودشان داوطلبانه و با دستان خود برهمدهی خود را اعلان و اجرا کنند. اما گفت استاد کبیری که آنها راضی به گرفتن این نام و لکه ننگ نشدند. اما همچنان گفتیم بیننده گرامی، مقامات قدرتی تلاش میکردند که بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را کار درست جلوه دهند.
طبق یک نوشته آزادی، رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان حزب ممنوع نهضت اسلامی را از مبلغ گذاران و رهبران اساسی حمله های روز 4 سپتامبر در دوشنبه و وحدت دانسته است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 14 دکبر سال 2015 حزب ممنوع نهضت اسلامی را از سرمایه گذاران و رهبران اساسی حمله های عبدالحلیم نظرزاده، حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع کشور دانسته است. جنرال رحیمزاده که در این باره روز دوشنبه با مردم ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان صحبت میکرد گفته است پخش این حمله ها و بازداشت و بی‌ضرر گردانی عاملانش تنها با کمک ساکنان در مهلت کوتاه‌ترین انجام یافت. مردم در یکجایگی با مقامات حفظ حقوق همکاری نموده طرف حکومت تاجیکستان را گرفتند که این حادثه را در مهلت 10-12 روز به انجام رسیده گروه های تروریستی به ضرر گردانیده شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در ادامه ساکنان را به همکاری با مقامات انتظامی دعوت کرد و بیشتر از حضور شهروندان کشور در میدانهای جنگ در سوریه و عراق نگرانی کرده است. او گفته است که برای اشتراک در این جنگ ها بیش از 600 نفر رفته، حدود 50 تنی آنها با اظهار تأسف به کشور برگشتند و با خانواده هایشان به سر می برند. بدون بالی بستن و تروریستی اعلان کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حبس های طولانی اعضای ریاست عالی آن از جمله مجازات حبس ابد به دو معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سازمان های بین المللی واکنش های سخت و سنگینی را از خود نشان داده، این عمل حکومت تاجیکستان را محکوم کردند. در این قسمت این مطلب چند از این بیانیه و اظهار نظرهای سازمانی جهانی دفاع از حقوق بشر و دولت‌ها را که آن زمان رسانه‌ها منتشر کرده بودند از سرچشمه‌های باز اینترنتی پیشکش می‌کنیم تا منظره و حول و حال آن روزهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و راه نیم عصره پرتلاطم آن برای بیننده روشن‌تر بشود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان دیوید کی حکم زندان طولانی رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محکوم کرد. دیوید کی روز 7 ایون سال 2016 در بیانیه‌اش گفت حکم شدید رهبران مخالفین افزایشی به حد محدودیت ها در راه آزادی بیان در تاجیکستان به نمایش می‌گذارد. وای گفته است که اعمال چنین چاره های تند و خودسرانه علیه مخالفان و رهبران مذهبی نه تنها قابل قبول نیست بلکه خطرناک هم هست، چون که تنها با تند رو شدن آنهایی که بیرون از عرصه بحث های جمعیتی میمانند آورده میرسانند. هالگر گرین سفیر آلمان در دوشنبه روز چهارشنبه 8 ایونی سال 2016 در همایشی نقش سازمان امنیت و همکاری گفت که مقامات تاجیک گمان بران به افرادگرایی را اساساً به زندان کشیده، برای از این راه برگرداندن آنها از شیوه های دیگر استفاده نمی کنند مگر بجوز از بازداشت و زندانی کردن افراد گمانبر و افرادگرایی راه دیگر وجود ندارد؟ سوال کرد سفیر آلمان در دوشنبه. هولگر گرین سفیر آلمان در دوشنبه در همایش نقش سازمان امنیت و همکاری از مقامات تاجیکستان پرسید که مگر بجوز از بازداشت و زندانی کردن افراد گمانبر و افرادگرایی راه دیگر وجود ندارد؟ این سوال سفیر باعث واکنش شدید مقامات گردید. سازمان امنیت و همکاری در اروپا یعنی سها در بیانیه‌اش از 2 اکتبر سال 2015 با اظهار تشویش از حبس و بازداشت 13 عضو حزب نهضت اسلامی و از حکومت تاجیکستان خواسته است تا ضمانت بدهد که مبارزه‌اش علیه تروریسم و افرادگرایی در چارچوب قانون‌های بین‌المللی حقوق بشر
انجام خواهد شد. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد بیننده گرامی در مسائل حقوق بشر از افزایش خطر نقض حقوق بشر در تاجیکستان در پی منع فعالیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت ده‌ها تن از فعالان این حزب در اوائل ماهی سپتامبر اظهار نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان که روز دویم اکتبر نشر شد تأکید شده است که روز 29 سپتامبر دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی و بنیادگرا اعلام و فعالیت آن را در قلمرو این کشور ممنوع کرده است. گفته می شود این تصمیم از معرکه طولانی، فشار، تهدید و ترس دادن و ایجاد مانع در راه فعالیت حزب نهضت اسلامی منشأ می گیرد. همچنین این نهادی سازمان ملل متحد از بازداشت 13 عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اتهام دست داشتن در آشوب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان و دستگیر شدن بزرگمهر یاروف وکیل مدافع افراد بازداشت شدن این حزب با گمان قلابی و ساختکاری ابراز تشویش کرده است. سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است همه تدبیرها علیه تروریسم و افرادگرایی را در چارچوب معیارهای بین المللی حقوق بشر راه اندازی کرده، حقوق شهروندان را با آزادی بیان و وجدان، همایش‌های صلح‌آمیز، شرکت در تدبیر جمعیتی و اصول‌های غیر تبعیدی احترام گذارند. در اظهارات تأکید می‌شود که شرایط بازداشت و قانونیت آن بر اساس معیارهای بین المللی انجام شود. روز 1 اکتبر اتحادیه اروپا نیز با پخش یک بیانیه گفته است سازمان تروریستی اعلام شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جانب حکومت این کشور محدودیت بیشتر را بالای آزادی بیان و بسیار اندیشی جاری میکند. با گفته مایا کوسیانچیچ سخنگوی اتحاد اروپا، این تمایل بعد انتخابات پارلمانی ماه مارس امسال مشاهده می شود و می گوید همه قرار در مورد منع رقابت سیاسی حزب سیاسی باید مورد بررسی حقوقی آزاد و باز قرار بگیرد. روز 29 سپتامبر فریدم هاوس یا خانه آزادی یک سازمان مدافع آزادی های دموکراتی و حقوق بشر از بازداشت فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سراسر این کشور انتقاد کرد. در بیانیه این سازمان تأکید شده است حکومت تاجیکستان علکی راهبران ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را زندانی کرده، رئیس این حزب را مجبور به هجرت کرده است. سازمان تروریستی عنوان شدن آن 40,000 تن از اعضای آن را در سراسر کشور با تهدید حبس روبرو خواهد کرد. سفارت آمریکا در بیانیه خود در روز 30 سپتامبر از محدود شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی و تعقیب مخالفان در تاجیکستان ابراز تشویش کرد. خوب بیننده عزیز و گرامی، چنانه که دیدید پایان این برنامه هم رسیدیم. بخش سوم، دوره پنجم و قسمت دومی برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیم قرن پرتلاطم. و خوب دیگر کاملا تاجیکستان آنچه که در مورد و قضیه حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی کارها کرد همه را فهمیدید و برای شخصی که میخواهد بفهمد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را چی گونه بستند و چی گونه کارهای انجام و صورت گرفته بود در این برنامه ها برایتان کاملا بازگو کرده شد و تنها افرادی که میخواهند تاریخ را بفهمند از اینها استفاده میبرند. اگر چندی من حزب را با آنچه که در این برنامه ها یعنی تقدیمتا نمودیم از تاجیکستان خارج یعنی که منحل اعلان شد و در یک برنامه دیگر که آن را هم میگذاریم هنید نیم قرن پرتلاطم همین دوره پنج است ولی خوب بخش چهارم میگذاریمش تا اینکه قضیه پیمان ملی و تشکیل حزب نهضت اسلامی در بیرون از تاجیکستان در اون قضیه نیز برای شما یک برنامه داشته باشیم تا اینکه در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج از کشور چه کارهایی را با سامان داد
و چگونه کارهای صورت گرفت و چگونه جا بجا گذاری و ترتیبی کارها انشاءالله که در برنامه یک برنامه را هم تقدیمتان خواهیم کرد، تا اینکه از وضعیتی خارج از تاجیکستان حزب نهضت و تشکیل پیمان ملی تاجیکستان ائتلافی دیگری دومی تاجیکی را برایتان یعنی کمی شرح و تفسیر نماییم. امیدواریم در روزهای آینده این برنامه نیز تقدیم شما بیننده ای عزیز و گرامی میگردد. با امید دیدار و پیروزی این ملت بر علیه ظلم و استبداد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.